در کاری مانند شغل من گاهی فرصت دیدار با یکی از قهرمانان دوران کودکی خودتون رو پیدا میکنیم. این قهرمان ممکنه یه بازیکن افسانه فوتبال یا یه ستاره راک باشه، اما برای من شخصیتی کاملا متفاوته، کسی که 25 سال در انتظار دیدنش بودم. تصورش مشکله، اما من زمان یه نوجوان 16 ساله بودم که رویای کشف رازهای کیهان رو داشت. در یک روز کریسمس کلی به پدر و مادرم اصرار کردم که پرطرفدارترین کتاب علمی اون سال برام بخرن. این همون کتاب، یعنی هدیه کریسمس 1988، نسخه‌ای از کتاب تاریخچه زمان نوشته پروفسور استیون هاکینگ. از زمان انتشار کتاب، هاکینگ نه تنها به مشهورترین دانشمند جهان، بلکه به یک نماد کاملا شناخته شده در فرهنگ عامه تبدیل شد. دوستش ندارم. در زمینه‌های بسیار دور از دنیای فیزیک هم افراد با نام و احتمالاً با صداش آشنا هستند. سیاه‌چال چیه؟ پزشکان در 1963 بهش گفتن با توجه به ابتلا به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفی فقط 2 سال برای زندگی فرصت خواهد داشت. حالا با گذشت بیشتر از 50 سال، هاکینگ با استفاده از یک ترکیب کننده صوتی و مایچای صورت با دیگران ارتباط برقرار می‌کنه. داستان هاکینگ بهترین نمونه از توانایی انگیزه انسانیه، اما علاوه بر اون قصد دارم با شخصیت واقعیش فراتر از نور دوربین ها و معادلات علمی آشنا بشم. میخوام با دوستانش، همکارانش و تا شاید با ادی ردمین، بازیگری که به خاطر ایفای نقش هاکینگ جایزه اسکار رو گرفت، دیدار کنم. شاید چهرش کاریزماتیک ترین چهره ای باشه که در زندگیم دیدم. علاوه بر اینها دیداری هم با فرزندانش خواهم داشت که به ندرت در مجامع عمومی در مورد پدرشون صحبت میکنن. یه جور تمایل به جلب توجه در وجودش هست، به صورت پنهان صنعت سرگرمی رو دوست داره. این نابغه، این شوهر و این پدر واقعا کیه؟ مردی با داستانی به قدری شگفت‌آور که حتی مورد توجه هالیوود هم قرار گرفت. از بسیاری جهات غیر عادی ترین قهرمان و ستاره در تاریخ این کشوره. در این برنامه قراره به دیدار پروفسور استیون هاکینگ بریم. دیدار با استیون هاکینگ. مطابق برنامه امروز استیون رو در هتلی در مرکز لندن خواهیم دید، در روزی بسیار ویژه که اولین روز اکران فیلم داستان زندگیش به نام نظریه همه چیز خواهد بود. همزمان با رسیدن به سویت استیون در هتل مضطربم، چون واقعا مطمئن نیستم برقراری ارتباط باهاش تا چند ساعت است. سلام، خوش وقتم. منم همینطور. سلام، حالتون خوبه؟ سلام پروفسور هاکینگ، خیلی خوشبختم. خوبین؟ واقعا خوشحالم میبینمتون. از همین ابتدا متوجه میشم تصورات اشتباهی در مورد شرایط این دیدار داشتم. سرعت پاسخ دادن استیون به صورت میانگین 1 واژه در هر دقیقه است، بنابراین احتمالا مدت طولانی منتظر خواهم بود. خدمتکار استیون پت با نهایت مهربانی یک صندلی برام میاره. متشکرم، لطف کردین. در حالی که استیون مشغول آماده کردن پاسخه، به سختی میتونم ساکت بمونم. خیلی سخت میتونم در برابر شما حرف نزنم، چون واقعا نمیدونم وقتی شما حرف میزنین ساکت بمونم یا باهاتون ادامه بدم، تا اینکه بالاخره متوجه محدودیت‌های شما برای حرف زدن میشم. من اصلا اهل گپ زدن نیستم. صحبت کردن نیاز به تلاش قابل توجهی داره. قابل توجه؟ اما خیلی سریع متوجه میشین که به جای گپ زدن منتظر بمونید و بعد گفتگو شروع میشه. راستی چی باید صداتون کنم؟ پروفسور هاکینگ یا میخواین چیز رسمی تری به کار ببرم؟ خدمتکار بهم میگه استیون. همین خوبه. بسیار خوب. پس استیون صدات میکنم. میخوای پرسشاتو بپرسی؟ بله اگه ممکن باشه. فکر میکنم طبیعتا سوال اولین باشه که ساخته شدن فیلمی در مورد زندگیتون چه حسی داره؟ یه مقدار تعجب کردم که یه شرکت فیلمسازی بزرگ تمایل پیدا کرده فیلمی در مورد من بسازه.
در ابتدا کمی نگران بودم چون قرار بود فیلم بر اساس کتابی که توسط همسر سابق من جین نوشته شده ساخته بشه، اما بعد از مطالعه فیلمنامه خیالم راحت شد و بعد از دیدن اولین نسخه از فیلم مطمئن‌تر هم شدم، چون داستان به طرزی غافلگیر کننده در مورد ازدواج ما و همینطور مبارزه من با ALS یا همون بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک صادق بود. تنها حسرتی که در مورد فیلم دارم اینه که چرا کمتر به فیزیک پرداخته شده، اما گمون کنم این نکته در مورد فیلمی که برای عامه مردم شناخته شده اجتناب ناپذیر باشه. از عملکرد ردمین در نقش خودتون راضی بودین؟ به نظرم ادی ردمین نقش منو عالی بازی کرد. مدتی رو کنار بیماران ALS سپری کرد و بتونه عملکرد کاملا قابل قبولی داشته باشه. گاهی فکر می‌کردم دارم خودمو می‌بینم. باید میدونم بتونم تجربه نزدیکتر از این در مورد سفر در زمان داشته باشم. باعث افتخار ماست که امشب که در حال آماده شدن برای این رویداد هستین کنارتون باشیم. باعث خوشحالی منه. حالتون چطوره؟ سلام، حالتون چطوره؟ از آشناییتون خوشبختم. و من نکته جالبی که انتظارش نداشتم این که استیون یه طراح مد داره که برای رویداد بزرگ امشب کمکش میکنه. سلام، حالتون چطوره؟ من ویلیام گیلکرایست هستم، طراح مد. چقدر عالی. ویلیام به موشی شخصی استیون جینالی یورک لباس برنامه فرش قرمز امشبش آماده کرد. استیون، اگه یادت باشه یه کت 6 دکمه در نظر گرفته بودی. گرچه ویلیام در کار مد وارد، اما اینجا کارش رو مطابق نظر استیون انجام میده. در مورد شال هم یه رنگ ساده انتخاب کردیم. شال کتونی؟ یا کشمیری؟ میخواییم همه چی شیک و در این حال ساده باشه. شال دوم. ساده دوست دارم. خیلی خوب. عالیه. پس آماده ایم. ممنونم. خیلی خوبه. گروه بعد از آماده شدن عازم مراسم اولین اکران فیلم میشه. گروه شامل 5 نفر طی مراسم بزرگ امشب در کنار استیون خواهند بود. طی مدت آماده شدن استیون، میدان لستر هم در حال آماده شدن بود. ستارگان فیلم و میهمانان منتخب ویژه در برابر طرفداران و همینطور دوربین‌های پاپاراتسی قرار گرفتن. این مراسم فرصت بسیار خوبی برای ستارگان فیلم ادی ردمین و فلیسیتی جونز جهت معرفی بیشتر فیلم به شمار میاد. راستش خود منم اینجا از هجوم دوربینا در امان نبودم، اما ستاره واقعی مراسم تازه در حال وروده. خانم ها و آقایون، لطفاً به مردی که فیلم نظریه همه چیز بر اساس زندگی ایشون ساخته شده خوش آمد بگید، پروفسور استیون هاکینگ. همون زرگ و برگای همیشگی مراسم اولین اکران فیلم ها در میدان لستر. نور و صدای بلند موسیقی. داستان فیلم زندگی یک فیزیکدان نظریه، اما ساخت این فیلم در مورد فیزیکدان های نظری واقعا یک استثناست. برای حل این معما احتمالاً باید از اینجا بیرون بریم. شاید بهتر باشه بریم به کمبریج و دیداری با استیون هاوکینگ و خانواده‌اش در محل زندگیشون داشته باشیم، ببینیم کجا کار میکنه و با شخصیت واقعیش آشنا بشیم. استیون بیشتر مدت عمرشو در کمبریج سپری کرد. با وجود شروع تحصیلاتش در آکسفورد، استیون برای تحصیلات تکمیلی به اینجا اومد و همینجا بود که موفق شد نامش رو در مجامع علمی مطرح کنه. کتاب معروفش به نام تاریخچه زمان هم همینجا نوشته شد. همینجا تشکیل خانواده داد و هنوز هم در کنار گروه پشتیبانش همینجا زندگی میکنه. استیون بیشترین طول عمر رو در بین بیماران مبتلا به ALS داشته و بهتر گروه پشتیبانی بزرگ کنارش باشن. این سبک زندگی از خیلی خیلی جهات غیرعادی، اما در نهایت یه مرد عادی در مرکزش قرار گرفته و ما هم قصد داریم همین مرد رو این بار در خونش ببینیم. سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدید. خوش آمد. سلام. پیش از دیدار امروز پرسشامو برای استیون فرستادم. ایشو برای آماده کردن پاسخ‌ها به زمان نیاز داره، چون باید تک تک واژه‌ها رو کلمه به کلمه و فقط با استفاده از ماهیچه‌های صورت مشخص کنه.
استفان خیلی متشکرم که ما رو به خونت دعوت کردی. اما چند تا سوال دارم که خیلی لطف داشتی به پاسخاشون رو برام آماده کردی. سوال اولم اینه. بیشتر از 50 سال پیش مشخص شد که به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک مبتلا هستی و همون زمان بهت گفته شد که فقط 2 سال دیگه زنده میمونی. سوالم اینه چطور الان هنوزم همینجایی؟ معلومه که من یک بیمار عادی نیستم. در غیر این صورت نیم قرن پیش مرده بودم. فکر میکنم زنده موندنم برخلاف پیشبینی ها باید ارتباطی به علاقم نسبت به علم داشته باشه. واقعا تأسف میخورم اگر پیش از اینکه بتونم رازهای بیشتری از کیهان رو کشف کنم از دنیا برم. همین جمله عالیه. تأسف میخورم اگر پیش از اینکه رازهای کیهان رو کشف کنم از دنیا برم. سوال بعدی در مورد بیماری خاصته و تأثیراتش بر روی شرایط زندگی. درد داری؟ بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک درد ایجاد نمی‌کنه، اما گاهی احساس ناراحتی می‌کنم چون نمی‌تونم وضعیت نشستنمو تغییر بدم. بین مواردی که ابتلا به این بیماری ازت گرفته، بیشتر از همه حسرت چه چیزو می‌خوری؟ میشه در موردش صحبت کنی؟ دلم می‌خواد بتونم دوباره شنا کنم. دوباره شنا کنی؟ جالبه که دلت بیشتر از همه برای این مورد تنگ شده. وقتی سن بچه‌ام کمتر بود، دلم می‌خواست میتونستم باهاشون بازی‌های فیزیکی انجام بدم. پاسخهای استیون به طرز عجیب و غریب صادقان است، حتی در مورد بی‌پرده ترین پرسش ها. استیون، گفته بودی موافق خودکشی هستی. به نظرت لازم خانواده های اونا بتونن بدون وحشت از پیگیری قضایی کمکشون کنن؟ خودت باید در چه وضعیتی قرار داشته باشی که بتونی به این موضوع فکر کنی یا دست به این کار بزنی؟ زنده نگه داشتن کسی برخلاف خواست خودش بزرگترین آزاره. خود من اگر درد فوق‌العاده زیادی داشتم یا احساس می‌کردم دیگه چیزی برای ارائه به جامعه ندارم و فقط باعث ایجاد درد سر برای اطرافیانم شدم، به خودکشی به کمک دیگران فکر می‌کردم. آره، یه سوال شاید بنیادی‌تر. احساس تنهایی می‌کنیم؟ گاهی به شدت احساس تنهایی می‌کنم چون دیگران می‌ترسن با من حرف بزنن یا منتظر نمی‌مونن که پاسخم رو آماده کنم. من خجالتیم و گاهی نمیتونم صحبت کنم. سخت میتونم با افرادی که نمیشناسم صحبت کنم. طبیعتاً همه پرسش‌های بزرگ زندگی به فیزیک مربوط نیست. ما در مورد زندگی شگفت‌آوری که داشتی صحبت میکنیم، اما یه زندگی عادی هم داری و منظورم از عادی یه جور آشفتگی مثل زندگی هر کس دیگه ای. منظورم 2 ازدواج و 3 فرزند. اصلا امیدی به کشف قوانین مربوط به عشق وجود داره یا اینکه کشف این موضوع بخشی از جذابیت زندگی رو از بین میبره؟ خانم ها برای من معما هستن. جذابیت موضوع هم در همینه. شرایط برای من و بقیه هم همینطوره. این بخش عادی و آشفته زندگی استیون از جذابیت کافی برای تبدیل شدن به یک فیلم پرفروش هالیوودی برخوردار بود و ادی ردمین هم مدتی بعد به خاطر ایفای نقش استیون در این فیلم جایزه اسکار رو دریافت کرد. ستارگان در زمان تولد و در زمان مرگ پرتوهای فرابنفش منتشر می کنن. بنابراین اگه می تونستیم آسمان شب رو با نور فرابنفش ببینیم، تقریبا همه ستاره ها ناپدید می شدن و تنها چیزی که میتونستیم ببینیم همین تولدها و مرگهای فوق‌العاده بود. به محض اینکه قرار شد در فیلم بازی کنم، شروع به تحقیق در موردش کردم. نکته ای که برام خیلی جالبه اینه که چهرش احتمالاً کاریزماتیک ترین چهره‌ایه که در زندگیم دیدم. به نظرم تمام ویژگی‌های حرکتی و لحن صدا به سمت همون چند ماهیچه‌ای که میتونه مورد استفاده قرار بده هدایت شده. با پلک زدن رنگ گروه حروف مورد نظر تو انتخاب کن استیون. سبز، آبی، صورتی، قرمز. یکی از موارد بسیار تاثیرگذار در نقش آفرینی ادی مشورت هایی بود که با 2 فرزند استیون انجام داد. موضوعی که خیلی بهم کمک کرد دیدار با لوسی و تیم بود. مدت زیادی به کلینیک درمان می رفتم و سعی می کردم تا حد امکان در مورد این بیماری یاد بگیرم.
هدفم این بود که هرچه بیشتر به نقشم نزدیک بشم. تیم بهم میگفت ما میشستیم روی ویلچر پدر و به عنوان اسباب بازی ازش استفاده میکردیم یا کلمات نامناسب وارد دستگاه تولید صدا میکردیم و کلید پخشو میزدیم. این نکات واقعا به من کمک کرد، چون متوجه شدم که اینم یه خانواده معمولیه. درسته که درگیر شرایطی فوق العاده ویژه شدن، اما همون شوخی ها و سرگرمی های معمول در محیط خانواده وجود داره. زمانو به عقب برگردون. فلیسیتی جونز نقش همسر اول استیون رو در فیلم ایفا میکنه. بالاخره منظورم رو فهمید. فلیسیتی تحت تاثیر شرایط غیرعادی زندگی این خانواده قرار گرفت. ادامه بده. متوجه شدم که جین بعد از آشنایی با استیون هیچ وقت اون رو تحت حمایت بیش از اندازه قرار نداد و به نوعی این موضوع در ضمیر ناخودآگاه من حک شد. طی فرایند آماده شدن برای ایفای نقش در فیلم، مرتب با نکات و زوایای تازه از زندگی این زوج آشنا می شدم. زندگی که در مورد هر دو فوق‌العاده غیر معمول بود. بفرمایی. بهتر شد نه؟ آره بهتر شد. استیون باهات گرم گرفت؟ خب واقعا خانوما رو دوست داره. یه بار داشت یکی از صحنه‌های فیلمبرداری رو تماشا می‌کرد، برام یه چیزی نوشت. پرسید که میشه بعد از اینکه کار فیلمبرداری تموم شد ببوسمش. منم گفتم البته، تو این شخصیت خیلی مهم هستی، میدونی اون؟ البته فکر نمی‌کنم حتی چنین شخصیتی هم از چنین حقی برخوردار باشه. میدونم، فقط استیون هاکینگه که میتونه همچین چیزی بخواد. زندگی‌نامه‌های هالیوودی تا چه حد بر اساس واقعیت ساخته میشه؟ فقط افرادی که در این زندگی حضور داشتن، یعنی خانواده استیون، میتونن به این پرسش پاسخ بدن. استیون و همسر اولش جین سه فرزند داشتن. بزرگترین فرزندشون رابرت که اینجا در سمت چپ عکس حضور داره، ساکن ایالت واشنگتن در آمریکاست. اما لوسی و پسرش تیم ساکن بریتانیا هستن. بنابراین الان آزم مدرسه در لندن هستم تا لوسی رو ببینم. لوسی نویسنده است و احتمالاً بعضی از علایقم از پدرش به ارث برده، چون همراه با هم مجموعی از داستانهای علمی برای کودکان رو نوشتن. خیلی چیزا ممکنه، اما اول باید تصورشون در ذهن شما شکل بگیره. میتونید آینده ای رو تصور کنید که هیچ کس دیگه بهش فکر نکرده باشه؟ لوسی امروز در تلاش تا این بچه های دبستانی رو به رازهای کیهانی علاقمند کنه. پس ما یه فضاپیمای مرموز در مدار زمین داریم. این فضاپیما گاهی نامرئیه و هیچ کس نمیدونه که صاحبش کیه. دارم پنجمین کتابمو با همکاری پدر به پایان میرسونم و بعد از اون رسما تبدیل میشم به نویسنده‌ای که بیشترین کتابا رو در کنارش نوشته. هیچ کسی این کارو تا حالا نکرده. بنابراین این یه جور رکورد محسوب میشه. یه رکورد شخصیه. از همکاری باهاش به عنوان نویسنده راضی هستی؟ هدف ما اینه که کارمون از یه جور دقت و صحت علمی برخوردار باشه و اجازه ندارم که قوانین فیزیکو در جهت جذاب‌تر شدن داستان زیر پا بگذارم. بنابراین یه مقدار آزاردهنده‌ام هست. به طرز آزاردهنده‌ای روی اعمال نظراتش در ویرایش ها پافشاری میکنه. اون همیشه اینطوریه. دکتر استیون بودن تا چه حد روی زندگی تاثیرگذار بوده؟ کمتر پیش میاد افراد بتونن دوران کودکی خودشونو در قالب فیلمی که برنده اسکار شده ببینن. همین نکته نشون میده که هیچ چیز در مورد این موضوع طبیعی نبوده. بنابراین سخت میشه در قالب واژه ها توصیفش کرد. مطلبی که از یه فضا نورد خوندم در مورد این بود که حضور در فضا چه احساسی داره و خیلی خوب تونستم با این صحبت ارتباط برقرار کنم. گفته بود حضور در فضا ترکیبی عجیب از موارد عادی مثل کارهای روزمره است و موارد عمیقا غیر عادیه. من هم تقریبا در زندگیمون با پدر همچین احساسی دارم. ما یه ترکیب عجیب از اتفاقات فوق العاده عادی در زندگی داریم و در عین حال مسائل عمیقا غیر عادی. دیدن فیلم زندگی خانواده تا چه حد برات عجیب بود؟ اولین بار فیلمو همراه برادرم دیدم. فقط ما دو نفر بودیم و فیلمو در اتاقی خصوصی در شرکت تهیه کننده دیدیم و من به شدت گریه کردم. بازگشت به گذشته به این ترتیب و دیدن همه اون اتفاقات فوق‌العاده بود. پدر بزرگا و مادر بزرگامو دیدم که همه از دنیا رفتن اما حالا روی پرده سینما هستن. خونه محل زندگی سابقمونو دیدم و داستان همه زندگیمون در برابر چشمام بود. وقتی بیرون اومدم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودم و اون تکه‌ای که خیلی دوست داشتم جاییه که شاید بقیه مردم خیلی بهش توجه نکردن. در پایان فیلم پدرم که نقشش رو ادی ردمین ایفا میکنه در حال سخنرانیه و یه دفعه در خیال خودش از جاش بلند میشه، راه میره و یه خودکارو که روی زمین افتاده برمی‌داره و برش میگردونه به یه خانم جوان.
او من حتی نمیتونم. همین الانم اشکم داره در میاد. اون قسمت از فیلم خیلی منو تحت تاثیر قرار داد چون هیچ وقت رفتن پدرمو ندیدم. رویای اینو دارم که ببینم داره راه میره و وقتی اون صحنه رو دیدم فقط دوست داشتم همینطور ادامه پیدا کنه. میخواستم اون صحنه 44 سال و نیم ادامه داشته باشه تا بتونم پدرمون رو بدون ابتلا به بیماری در کنارمون داشته باشم. خب از پدرت پرسیدم بین مواردی که در اثر ابتلا به بیماری از دست دادی بیشتر از همه حسرت کدوم مورد میخوری؟ جواب داد وقتی سن بچه‌ام کمتر بود دلم میخواست باهاشون بازی کنم. این ناراحت کننده است. آره خودت هم حسرت اینو داشتی؟ واقعا ناراحت کننده. بله طبیعیه که داشتم. الان دوستان زیادی دارم که بچه‌های کوچیک دارن و به خصوص در مورد مردها وقتی میبینم که فرزندشون رو بلند میکنن یادم میاد که پدر من نمیتونست این کارو انجام بده. این موضوع خیلی تلخ و دردآوره چون میتونست حس خیلی خوبی به همه ما بده. و تا همین امروز هم این موضوع توی فکر منه. فرزندان استیون چندان اهل مصاحبه نیستن، اما من به طور خاص قصد صحبت با تیم رو داشتم. تیم با 36 سال سن کوچکترین فرزند استیون به شمار میاد و در مرحله‌ای متفاوت از بیماری پدر بزرگ شده. با این وجود دیدن داستان زندگی خانواده در فیلم باید براش ناراحت کننده بوده باشه. حس مشاهده زندگی خانواده در قالب یک فیلم تا چه حد برات عجیب بود؟ تجربه خیلی احساسی بود. خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم روی من تأثیر گذاشت و یکی از علتها این بود که هیچ وقت نتونستم پدرمو به عنوان شخصی توانا از نظر بدنی و در دوران جوانی ببینم. فکر میکنم این نکته برای من یکی از دوست داشتنی ترین بخشای فیلم بود. آره تو در دورانی بزرگ شدی که صداشو از دست داده بود، درست میگم؟ خب البته طی 4 یا 5 سال اول زندگی من پدرم میتونست با صدای طبیعی خودش صحبت کنه تا جایی که یادم میاد. اگه خیلی از موضوع پرت باشی راههایی برای گفتن مسائل وجود داره، اما خیلی خیلی مشکل بود که متوجه بشم چی میگه. طبیعیه که به عنوان یک کودک 3 ساله هیچ درک از حرفاش نداشتم و بنابراین تقریبا طی 5 سال اول زندگیم نتونستم هیچ ارتباطی باهاش برقرار کنم و بعد زمانی که دستگاه ترکیب کننده صدا رو گرفت تازه تونستم باهاش حرف بزنم. بنابراین یه جورایی جالبه که با از دست دادن صداش تازه من و اون تونستیم یه جور رابطه واقعی رو با هم شکل بدیم، رابطه پدر و فرزندی. به من گفت که یکی از ناراحتیاش اینه که هیچ وقت فرصت پیدا نکرده با بچه‌هاش بازی کنه. این موضوع یکی از حسرتاش بود. تو هم چنین حسی داشتی؟ به نظر من هر کاری که میتونست انجام داد. ما بازی‌های فکری انجام میدادیم و اونم اصلا حریف ساده‌ای نبود. اجازه میداد ازش ببری؟ خب نه، به هیچ وجه به اون رحم نمیکرد. به شدت ولی پدر و مادرها همیشه به شدت روحیه رقابتی داشت. درس خاصی هست که از پدرت یاد گرفته باشی؟ خب یادم میاد 12 سالم بود که ازش سوالی پرسیدم که اون موقع به نظرم احمقانه میرسید. ازش پرسیدم کیهان‌های کوچیک دیگه‌ای هم اطراف این کره زمین هست؟ پاسخم داد، بعد گفت هیچ وقت از مطرح کردن ایده ها یا نظری های خودت نترس. مهم نیست که چقدر احمقانه به نظر بیان، فقط به خودت اعتماد داشته باش. به نظرم این درس خیلی خوبی برای من بود.